با سلام مجدد خدمت بینندگان محترم، بحث رو دنبال میکنم و در این قسمت دوم از ویدیویی که داره تهیه میشه به اصطلاح تعریف آزادی رو ادامه میدم. اگر که به خاطر داشته باشین در ویدیو قبلی خدمتتون عرض کردم که آزادی رو ما میتونیم به شکل‌های مختلف تعریف بکنیم. فرضاً میگم آزادی به لحاظ اخلاقی به چه معنا هستش؟ چگونه اون رو میشه به لحاظ حقوقی تعریف کرد؟ معنای آزادی به لحاظ سیاسی و اقتصادی چی هستش؟ در ویدیو پیشی ما آزادی رو به لحاظ حقوقی تعریف کردیم، همچنین به لحاظ اخلاقی تعریف کردیم. اجازه فهمید که یک نگاهی هم داشته باشیم به طور ساده به معنا و مفهوم آزادی از نقطه نظر سیاسی و توضیح بدیم که وقتی میگیم فرضاً مردم یک جامعه مستی از آزادی‌های خودشون برخوردار باشن، از آزادی‌های بنیادین خودشون برخوردار باشن و لذت ببرن، منظور ما چی هستش. برای اینکه بتونیم آزادی رو از نظر سیاسی توضیح بدیم، من پیشنهاد میکنم که ما به چهار قاعده یا اصل توجه داشته باشیم. این چهار اصل میتونه ما کمک بکنه تا بتونیم اعماق مفهوم آزادی رو و در واقع نتایج و پیامدهای برخوردی از آزادی رو در صحنه و عمل سیاسی یک جامعه بتونیم توضیح بدیم. همطوری که از اسلاید شما ملاحظه میکنید، چهار اصل به طور انتخابی و اختیاری بنده در نظر گرفتم که طبیعتاً قابل بازبینی هستن. شما رو جرا تعدیل کرد میشه چند قاعده یا سه قاعده یا دو قاعده در نظر گرفت یا حتی این قواعد رو بیشترش کرد. به هر حال فقط برای بیان تعریف ما به طور انتخابی چهار قاعده رو در واقع پیشنهاد میکنیم. تازه فهمید به قاعده اول که میگه که همه انسان ها بایستی دارای این حق باشن که از حکومت و حاکمیت یا از دولت خودشون یا از نظام سیاسی که بر جامعه اونها به اصطلاح حاکمیت داره بتونن انتقاد بکنن و این انتقاد مثل در شرایط صورت بگیره که مردم از هر نوع ترس واهمه به شکل‌های مختلف، یعنی ترس از تحت فشار قرار گرفتن، ترس از بازداشت‌های خودسرانه، ترس از شکنجه، ترس از زندانی شدن و ترس از رفتن آبرو و قصه الهازا مردم استی داره این حق باشن که آزادانه صدای خودش رو بلند بکنن و از حکومت سوال بکنه که تو چرا داری این کار میکنی، چرا داری اون کار میکنی، چرا فرضاً این سیاست رو در حوزه داخلی در پیش گرفتی یا چرا فرضاً فلان روش نچندان سودزا رو در پهنه بین‌المللی داری دنبال میکنی. بنابراین حق انتقاد از حکومت اولین اصلی است که میتونه معنا و مفهوم واژه مقدس آزادی از نقطه نظر سیاسی رو توضیح بده. من تا اونجایی که به اصطلاح به لحاظ تعلیم و تربیت خودم یاد گرفتم میدانم که حتی دیانت اسلام به کرات حداقل به لحاظ توریک به لحاظ بالقوه این نکته رو مورد تصدیق و ابرام کامل و صادق قرار داده که انسان‌ها بایستی حق داشته باشند. انسان‌ها بایستی از این حق برخوردار بشن که سیستم سیاسی خودش رو مورد نقد قرار بدن بدون هیچ گونه ترس نواهمی. قاعده دومی که خدمت شما عرض میکنم قاعده معروف حق آزادانه مردم برای دسترسی به مناسب عمومی است. مناسب عمومی، پست‌ها، دسترسی‌های اداری و غیره، وظایف و مسئولیت‌ها، تمام اینها که لازمه مدیریت جامعه هست، مثل به طور آزادانه باز باشه برای تمام آحاد جامعه که بتونن بر مبنای شایستگی‌های خودشون، عرض من از شایستگی‌های طبیعی نیست، شایستگی‌های وراثتی نیست، عرض من شایستگی‌هایی هستش که انسان‌ها به واسطه تلاش و کوشش صادقانه، تحصیل، رنج و مرارت به دست آوردن، این انسان‌ها بتونن تخصص و توانایی خودشون رو از طریق دسترسی به مناسب عمومی بتونن در خدمت مدیریت جامعه قرار بده. اصل سوم خیلی کوتاه، اصل مرتبط با حقوق بنیادین مردم یا حق اساسی مردم برای برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز است و این به خصوص در ایام اتفاق میفته که صداها خفه میشه و فریادها به گوش نمیرسه. اگر یک انسان در واقع حقش پایمال بشه، اون انسان داره این حق هست
تا گروه و گروه‌های رو شکل ببخشه، نهضت‌های اجتماعی، گروه‌های هویتی و قسال آزادی، حتی گروه‌های کامیونیتی و محلی و غیره، و بتونه صدا رو رسا بکنه و فریاد رو بلند بکنه در مقابل حکومتی که متأسفانه اون صداها رو نمی‌شنوه و حقوق رو داره نادیده می‌گیره. مردم باید بتوانن این اجتماعات رو شکل ببخشن و از قوت، در واقع قوه سرشار از انرژی اون استفاده بکنن برای وارد کردن فشار به دولت، به حکومت و به نظام سیاسی برای تسلیم شدن در مقابل خواست مردم. البته ارزمند خواست در واقع به حق و به صلاح آزادانه مردم هستش. اصل چهارمی که مایل هستم به این اضافه بکنم، اصل مشخصی هستش که ما به اون میگیم اصل یا قاعده مرتبط با حق آزادانه افراد برای عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی. حالا شما هر چهار مورد رو لطفا مورد توجه قرار بدین: حق انتقاد، حق دسترسی به مناسب عمومی، حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق عضویت در احزاب، سندیکاها و دیگر گروه‌های صنفی و یا غیر صنفی در جامعه. این چهار اصل و قاعده میتونن تضمین کننده بقای ثابت و پایدار و سعادت بخش به اصطلاح سیاسی یک جامعه باشن و بنابراین نظام سیاسی بایستی شرایط رو فراهم بکنه تا این چهار اصل جنبه به اصطلاح تحقق و واقعیت به خود بگیره. و حتی اگر نظام سیاسی به صورت کوتاهی بکنه یا قصور ببرزه از انجام این وظیفه با اهمیت، مردم مستی همواره بر اون تلاش بکنه و اینجاستش که آزادی به لازه به صورت سیاسی معنا و مفهوم پیدا میکنه. وقتی که میگیم مردم مستی به لازه سیاسی آزاد باشن یا مثل آزادی داشته باشن تا نقطه نظرات خودش رو به لازه سیاسی بیان بکنن، این ابراز نقطه نظرات به لازه سیاسی نسبت به حکومت رو ما در این چهار قاعده خدمت شما عرض کردیم، اینجا توضیح دادیم. من به سرعت عبور میکنم به خاطر به صلاح فرصت کمی که وجود داره و به تعریف چهارمی از مفهوم آزادی میپردازم. وقتی میگیم مردم باید آزاد باشن یا از آزادی باید برخوردار باشن، اضافه هم میگم باید برخوردار، یعنی بایستن است که غیر قابل چانه‌زنی و مذاکره است. این آزادی برای اینکه با هستن انسان، با هویت انسان سر کار داره. خب انسان ها بایستی آزاد باشن تا از نقطه نظرات اقتصادی، از نقطه نظر اقتصادی بازرگانی فرضاً اینها بتونن به صلاح طرحهای اقتصادی خودشون رو، راهکارهایی که برای سعادتمندی خودشون، برای بهورزی خودشون و جامعهشون مصلحت میدونن رو به صلاح بنیانگذاری بکنن، شکل ببخشن و اون رو دنبال بکنن. بنابراین حق آزاد مردم یا حق مردم برای برخورداری از آزادی در تعیین طرح‌ها و منافع اقتصادی یا خودشون که در نهایت ممکن است به صلاح منافع عمومی جامعه هم کمک بکنه رو ما بهش میگیم آزادی از نقطه نظر سیاسی، که بعضن در ادبیات سیاسی به اصل لیبرالیسم اقتصادی معروف است. اهمیت این آزادی به لحاظ اقتصادی این استش که بدون دستیابی به این آزادی، امکان پاسخگویی به نیازهای بنیادین و پایه مردم نیست. نیازهای بنیادین مردم شامل دسترسی یا شامل داشتن یا حمایت شدن، به نیاز به مسکن آبرومندانه، من عرض می کنم مجلد، مسکنی که حداقل بتونه انسانها رو برش یک نوع سرپناه ایجاد بکنه، مسکنی که برای کیفیت هستش، مسکنی که به موجب اون انسان‌ها علاوه بر زیستن مکانیکی و مادی در اون دسترسی بعد داشته باشن، فرضاً به پارک، به شوار عمومی، به نمیدونم نهادهای آموزشی، به بهداشتی و غیره. این نوع مسکن رو ما میگیم مسکن به اصطلاح مکفی، حالا اضافه هم اسمش رو بزنیم. نیاز انسان‌ها، نیاز حیاتی انسان‌ها، نیاز بنیادین انسان‌ها به لحاظ مادی در این پنج اصل، در این پنج نیاز خلاصه میشه. حق داشتن مسکن یک حق غیر قابل انکار، غیر قابل سوال و غیر قابل چانه‌زنی است. حق انسان‌ها برای مسکن، مسکن مکفی، مسکن شایسته. حق انسان‌ها برای داشتن پوشش آبرومندانه. من طبیعتاً اینجا نمیتونم به سوال نظر بکنم که
پوشش آبرمندانه چه نوع پوششی هستش؟ ولی پوششی که حداقل مایه شرمساری و خجالت مردم نباشه. یعنی هیچ پدر واقعا شرمنده فرزندانش نباشه که نمیتونه اون پوشش رو بر فرزندان تهیه بکنه که فرزند وقتی مدرسه میرن حداقل احساس غرور بکنه، احساس برابری با دیگران بکنه. مسکن، پوشش، غذای مکفی، غذای سالم و در نهایت دسترسی به آموزش ابتدایی و پنجمین نیاز انسانی در واقع حق دسترسی به خدمات بهداشتی، پنج اصلی هستش که میبایستی ما در نظر بگیریم برای اینکه انسانها رو بهشون بگیم انسان در حد اقل تعریف ممکن. بنابراین پاسخ به پنج نیاز بنیادین انسانی منوط و وابسته هستش به محوریت آزادی در صحنه تعاملات اقتصادی و بازرگانی. لذا نمیشه واقعا ضرورتا حتما گفتش که خیلی خوب لیبرالیسم وقتی که یا آزادی به لحاظ اقتصادی فرضاً این به معنای اباحیگری، به معنای نمیدونم لاابالیگری و غیره هستش. بیان توجه بکنیم به استدلالات. استدلال این هستش که میبایست انسانها در مقام پاسخگویی به نیازهای بنیادین و اولیه خودشون شامل مسکن، خوراک، پوشش و آموزش و در نهایت بهداشت، این انسانها برای دستیابی به این نیازهای بنیادین میبایستی حق داشته باشن طرح‌های اقتصادی خودشون رو دنبال بکنن بدون مداخله دیگران، بدون هر ممانعتی از طرف دیگران، تحت هر عنوانی، دین، دیانت، آیین و غیره، بسیار انسان‌ها رو آزاد بگذارن که بتونن اینها به سراغ منافع خودش رو تعقیب کنن. البته من بسیار خدمتشون عرض بکنم که این سوال هم مطرح هستش که آیا این آزادی به من اقتصادی مطلق هستش، بدون قید و بند افسار گسیخته است، نامحدوده، یا اینکه میشه قیودی رو به اون تحمیل کرد؟ در پاسخ به سوال مکاتب مختلفی در اقتصاد سیاسی شکل گرفته که من امیدوارم هم در آینده بتونم ویدیوهای رو رکورد بکنم و در خدمت دوستان ارائه بدم. همونطور که از اسلاید ملازم فهمید، فقط چهار تا از اونها رو بطور خلاصه اینجا فقط به جهت اطلاع خدمت شما عرض کردم. بگم که سوال رو میشه اینطوری پاسخ داد. بخشی از سرمایه‌داری، بخشی از اونهایی که معتقد هستن که آزادی مقام محوری در به اصطلاح به لحاظ اقتصادی داره، معتقد هستن که علاوه بر آزادی انسان‌ها مسئولیت اخلاقی هم دارن. طبیعتاً در ادبیات غربی ما ریشه های این نگرش رو دنبال میکنیم در آراء ادم اسمیت جستجو میکنیم که میگه انسان ها مستی بتونه منافع اقتصاد خودش رو دنبال بکنه و انسان ها مستی خود کنترل کننده هم باشن. یعنی همیشه خودشون رو، وجدان خودش رو حکم قرار بدن. البته بفهمید تعذر فهم به لازم تئوریک من دارم عرض میکنم، انسان ها مستی وجدان خودش رو حکم قرار بدن که ببینه آیا در تأمین منافع اقتصادی خودشون به دیگران زیان وارد میکنن یا نه. خب این یک نظره. طبق این نظر اصل مهم آزادی بلاز اقتصادی قابل محدودیت است. اون محدودیت، محدودیت اخلاقی که اصلا خود انسان ها به اون تحمیل میشه. یعنی انسان های خود کنترل کننده، انسان های به صلاح منظم، انسان های دارای وجدان شریف بس آزادی داشته باشن تا بتونن به منافع اقتصاد خودشون دسترسی پیدا بکنه. البته نقد های فوق العاده زیادی به این مکتب به اصطلاح فکر وجود داره که شاید بشه در آینده اونها رو توضیح. پاسخ دوم سرمایه‌داری اجتماعی است. سرمایه‌داری اجتماعی رو من میتونم فرضاً مثلا بگم که از سوشال لیبرالیسم شاید بتونیم اسم اون رو این اسم برش بگذاریم. متفکران این حوزه مثل آی گرین، مثلا تاماس گرین، اینها معتقد هستن که حق دسترسی به فعالیت اقتصادی برای همه مردم، آزادی برای فعالیت اقتصادی، مثل قطعاً با قید و بندهای بی تردید از نقطه نظر ملاحظات اجتماعی و منفعت عمومی به صلاح برخوردار باشه، مثل اونها رو محدود کرد که در این حوزه هم مجادلات و بحثای فوق العاده زیادی مطرح هستش. سرمایه‌داری افسار گسیخته سومین پاسخ به سوال رو میده. طبق این نظر هیچ نوع محدودیتی نمیشه به حقوق اقتصادی مردم وارد کرد. این نظریه که بعضن به لیبرتریان پرسپکتیو معروف هستش یا حتی بعضیا بهش میتونن بگن نیو لیبرالیسم، متأسفانه این موجب تاراج منابع جهان شده و معضلات بیشماری برای بشریت فراهم آورده. و در نهایت من مایل هستم که پاسخ چهارم یا در نظر میگیرم برای اون سوال که آیا میشه حقوق اقتصادی مردم رو به صلاح محدود کرد یا نه، و اون بحث اقتصادهای
نوظهور معروف به اقتصادهای بازار، اقتصادهای مختلف میکس اکانومیز هستش که شاید بشه در آینده به اونها بپرسیم. به هر تقدیر عرض من این هستش که آزادروی میبسن لازه اقتصادی هم مورد توجه قرار داره. لذا خیلی سخت هستش که وقتی ما میگم آزادی منظور از آزادی چیست، وقتی میگم من مثل آزاد باشم یا از آزادی خودش برخوردار باشم منظور ما چی هستش. من سعی کردم در این مقدمه خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم که برای اینکه ما مقداری از اختشاش و سردرگمی خارج بشیم، میتونیم آزادی رو بیام تعریف بکنیم با آزادی اخلاقی، آزادی حقوقی، آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی. اجازه فرمایید تا من عبور بکنم از این بحث و به یک جمع‌بندی خیلی ساده‌ای برسم. وقتی که میگم آزادی، صرف نظر از اینکه آزادی منظور من رو یه فریدم یا لیبرتی، در مقدمه خدمت شما عرض کردم که البته این هم هنوز مقدمه است، این ویدیو دوم، تفاوت‌های عمیقی هست، فاحشی هست میان آزادی به معنای فریدم و آزادی به معنای لیبرتی. حالا من شاید نمیدم واژه فارسی قشنگتری هم برای اینا بشه انتخاب کرد. عرض من این هستش که تفاوت های فاحش وجود داره بین فریدم و بین لیبرتی. اگر ما بتونیم تفاوت بین این دوتا رو توضیح بدیم، فکر میکنم که گام روشن و قابل توجه میتونیم برداشته باشیم در مسیر آینده جامعهمون و همه جامعه در حال توسعه. ولی قبل از اینکه من وارد اون بحث بشم، اضافه هم این یک دو ویدیو دیگر هم به صورت مقدم خدمت شما نشون بدم و این رو متوقف کنم و بعد وارد اصل بحث بشیم. وقتی که ما میگیم آزادی در به شکل جمع بندی، در واقع آزادی رو ما به سه دسته میتونیم تقسیم بکنیم: آزادی های سیاسی، آزادی های اجتماعی و آزادی های اقتصادی. حالا ممکنه که دوستان به بنده بگن چرا شما به بحث آزادی های فرهنگی نپرداختید، یا آزادی های مذهبی نپرداختید، چرا به بحث تفاوت ها نپرداختید، چرا به بحث زنان توجه نکردید، چرا به بحث مذهب دقت نکرده و غیره. من قطعا تصمیم نظر شما هستم، ولی برای اینکه بتونم موضوع رو ساده بکنم، همه اونها رو در درون آزادی های اجتماعی ریختم و آزادی رو به این شکل تقسیم بکنم. آزادی سیاسی اولیش، آزادی سیاسی به معنای رها بودن از حکومت های خودکامه. بنابراین آزادی جنبه رهایی بخشی داره و این قوت غیر قابل انکار آزادی برای رها شدن، برای گسیختن قید و بندهای بردگی توسط حکومت‌های خودکامه، این رکن اولیه مفهوم آزادی به لحاظ سیاسی رو شکل می‌بخشه. بنابراین آزادی سیاسی در واقع اونی هستش که ما ازش به حالت رهایی بخشی توجه می‌کنیم. اگر ما رهایی بخشی رو از مفهوم آزادی جدا بکنیم، آزادی تمام معنا و مقصد خودش رو از دست میده. پس دوزه ارز بکنم، آزادی سیاسی شامل اصل رها بودن از حکومت‌های خودکامه، اصل آزادی از ترس، از تهدید به دستگیری، به شکنجه، به کتک خوردن، به سرکوب شدن، به محروم شدن از شغل، به محروم شدن از نمیدونم شغل دولتی، شغل خصوصی، آزادی از بازداشت‌های خودسرانه، دستگیری‌ها، شکنجه‌ها، آزادی از بردن مردم در دادگاه‌های فرمایشی یکسویه و مخفی و غیرعلنی. این دومین اصل مهم آزادی سیاسی رو، آزادی به لحاظ سیاسی رو فرم می‌بخشه. روی اسلاید من دنبال می‌کنم. برای من آزادی سیاسی رو من می‌تونم در چهار اصل، حالا به شکل دیگر اینجا توضیح بدم. اصل اول رها بودن از حکومت‌های خودکامه، یعنی استبداد سیاسی مستی مورد سوال قرار بگیره و انسان‌ها هم مثل اون استبداد سیاسی بجنگن تا بتونن به رهایی خودشون برسن. بنابراین اصل رهایی از حکومت‌های خودکامه ویژگی رهایی بخشی آزادی رو فرم بخش، emancipatory power of freedom for example. اصل آزادی از بازداشت ها هم تکرار کردم، دستگیری ها، شکنجه ها، زندان ها، به دادگاه ها بردن، فشار ها، تهمت ها، ناروایی ها، بی آبرو کردن مردم. اصل بعدی، اصل آزادی انسان ها برای انتخاب سیاسی. عرض من نیستش که همین که مردم برن پای صندوق های رای بدن با این بسیج های بسیج، عرضم منظورم چی میگن بسیج شدن، یعنی مردم رو به جریان انداختن.
بسیج های پاپولیستیک برای اینکه مردم برن پای صندوق های رای رای بدن به طور ناآگاهانه و اصلا نمیدونن چی هستش، چی کار دارن میکنن، چی کار نمیکنن و پیامت های این چی هستش. نه، وقتی من میگم اصل آزادی انتخاب سیاسی مردم واقف، مردمی که به طور سنجیده به طور آگاهانه میدانن که چگونه باید رای بدهن، به چه کسانی باید رای بدهن و در انتخاب ها آزادی داشته باشن، یعنی فضا انقدر آزاد باشه که مردم ناچار نباشن بین دو انتخاب فقط یک رو برگزینن. البته خب در این حوزه ما میتونیم بحث مفصلی رو پیرامون به اصطلاح ماهیت جامعه مدنی در آینده توضیح بدیم. و در رایت اصل برخورداری از حق مشارکت سیاسی، انسان ها بایستی آحاد مردم در جامعه از این آزادی برخوردار باشن تا مشارکت داشته باشن در جریان تصمیم گیری سیاسی، نه اینکه فقط رأی بدن و بعد همه چیز فراموش بشه. مثل این فضا فراهم بشه مردم بتونن رأی بدهن آزادانه آگاهانه در فضای آزاد و بعد بتونن به طور پیوسته جریان تصمیم گیری سیاسی رو بتونن مورد نظاره، دقت و نقد قرار بدن. این فقط اصولی است که مرتبطش به آزادی سیاسی. اضافه هم که باید آزادی های اجتماعی بشیم. وقتی ما میگه آزادی اجتماعی، چهار اصل رو میتونیم توضیح بدیم. اصل اول این که مردم میبایستی از آزادیشون برخوردار باشن در چارچوبه روابط و مناسبات اجتماعی. وقتی من عرض میکنم مناسبات اجتماعی، روابط اجتماعی، آزادی در اینجا بی تردید آزادی محدود شده است. اینطور نیستش که فرضاً من کاری انجام بدم، رایش انجام بدم که موضوع اذیت و زیان برای دیگران به لحاظ اجتماعی وارد بشه. من نمیتونم بلندگومو اینقدر بلند بکنم یا موسیقی رو اینقدر بلند بکنم که همسایه رو آزار بده، تحت عنوان آزاد، یا نمیدونم فلان مناسک محسوب اونقدر استش بلند بکنم که دیگران رو آزار بده. بنابراین همیشه محدودیتایی وجود داره. ما آزاد هستیم بلاج اجتماعی در بیان افکار، اندیشه، وجدان و همه چیز خودمون، ولی در درون چارچوبه اجتماعی، در جایی که جامعه توسط یک وجدان جمعی و عقلانیت گروهی شکل میگیره و به خودش در واقع تجلی میبخشه. در زمین آزادی اجتماعی مایل هستم به اصل عدم زیان و آسیب به دیگران توجه بکنم. این رو در آینده احتمالاً با ارجاع به کارهای یا سوات میخه بچه رو توضیح میدم. اصل آزادی بیان عقیده و وجدان بدون سانسور، بدون کوچکترین ملاحظه‌ای، به طور مطلق دیگر اصلی است که در زیر لوای آزادی به معنای اجتماعی قضیه ما به سمورت اجا قرار بدیم. اصل مطلق و غیر قابل انکار و چانه‌زنی بیان، اعتقادات و اندیشه انسان ها و تفکر انسان ها، البته تا جایی که این موجب حد حرمت دیگران نباشه که رو بازش کنیم. و در نهایت اصل آزادی انسان ها در بیان هویت خودشون، در بیان هستن فرهنگ خودشون. فرضاً یک انسانی که قومیت خاصی رو داره یا ویژگی خاصی رو داره که هویت رو شکل بخشه، بایست حق داشته باشه تا خودش رو بیان بکنه. این نکته فوق العاده مهمی است که در سیاست چند فرهنگی در کشورهای پیشرفته دنیا مثل کانادا مورد توجه قرار گرفته. و در نهایت از فهمی که بپرزم به بحث آزادی اقتصادی، یک بار دیگه خلاصه بکنم که منظور از آزادی اقتصادی این هستش که ما چهار اصل رو بتونیم دنبال بکنیم. اصل حق مالکیت خصوصی، اموال مردم رو غارت نکنیم، کلاهبرداری نکنیم، با حکم قانون خونه و زندگی مردم رو غصب نکنیم و نون حلال بخوریم، حرام نخوریم، تو خونه زندگی نکنیم و عبادت هم بکنیم داره که صاحبش ناراضی هستش. حتی در من به لحاظ اعتقادی هم میتونم دنبال بکنم بحث رو دیگه. حق احترام مالکیت خصوصی افراد اگر که اون مالکیت به لحاظ مشروع تعیین شده باشه. اصل آزادی از مداخله دیگران در طرح‌های اقتصادی، اصل آزادی در تعاملات بازرگانی و اقتصادی، و در نهایت اصل رها بودن از فساد و نظام‌های رانتی، اونی که ما شاهد هستیم امروزه. این از دیگر اصول مهم آزادی های اقتصادی هستش. من میخوام جمع‌بندی بکنم ویدیو دوم رو و یک سلاید دیگر رو با دوستان محترم در میون بگذارم و این ویدیو رو خط بکنم وارد اصل بحث بشم و با پوزش از اینکه مقدمه رو خیلی طولانیش کرد.
واقعا آزادی چی هستش؟ وقتی ما میگیم آزادی، منظور ما چیست از آزادی؟ طبیعتا این واژه به شکل‌های مختلفی تفسیر شده، تبیین شده، مورد سوء استفاده قرار گرفته. با عنوان آزادی جنایت‌ها شده، با عنوان آزادی خون‌ها ریخته شده، با عنوان آزادی انسان‌ها و انسانیت تخریب شده، با عنوان آزادی ذهن انسان‌ها شستشو شده، داده شده. ولی در این حال با عنوان آزادی انسان‌ها قوت پیدا کردن، حیات پیدا کردن، شکوفا شدن، تعالی پیدا کردن. واقعا آزادی چیست؟ چیست که میشه اون رو هم به شکل منفی هم شکل مثبت بشه مرتجع قرار داد؟ این تفاسیر چی هستن؟ واقعا ما مزه آزادی چی هستش؟ وقتی میگیم آزاد، یعنی ما فقط آزاد هستیم بدون هیچ گونه تکلیف، مسئولیت و حساب پستهی؟ آیا عدالت و انصاف در نظریه و گفتمان و در واقع اجرای آزادی نقشی داره؟ نظریه های قابلیت چگونه میتونن در پیشبرد آزادی نقش داشته باشن؟ آیا اندیشه های سوشال دموکراسی آنها هم مقوم و پیشبرنده آزادی هستن؟ و اگر هستن تفاوت اونها و اندیشه لیبرال چی هستش؟ آیا مارکسیسم میتونه نقش در آزادی داشته باشه؟ منظور مارکس از آزادی چیست؟ بحث فوق العاده قدرتمندی در اینجا مطرح است، شاید بتونیم در آینده بازش بکنیم. و در نهایت جایگاه باورهای فرهنگی در فهم مفهوم آزادی چیست؟ واقعا آزادی چی هست؟ از فهم این ویدیو رو در اینجا به اتمام برسونیم و من بلافاصله بخش بعدی رو به صلاح دنبال بکنم. خیلی متشکرم.